اینا تو کشورهای اسلامی آدم ها خوشم سر کار آوردن، چی دارن سنی های مسلمون رو قلق و غم میکنن، لال شدن. صهاینه العرب، صهیونیست های عرب، سیسی لال، بن سلمان لال، ملک عبدالله اردنی لال، آل خلیفه لال، داشت یه جایی اسرائیل تو جیزی اخی. عمدهشون هم جالبه ننه یهودی هن اینا، دقیقا کسی یهودی که ننش یهودیه دیگه. اینا تو کشورهای اسلامی آدم ها خوشون سر کار آوردن. ای مفضل، او در وضع شبهناکی آشکار می شود تا اینکه امرش روشن شود و نامش بالا رود و کارش آشکار گردد. قبلش یه اتفاقایی میفته، اسمش میفته سر زبونا، یارو اونور دنیا اصلا نمیدونه چیه، یهودی داره برای خودش میخونه میگه سلام یا مهدی. من دیشب یکی از بچه گفتم آمار بگیر، حالا من خودم رفتم چک کنم، دیشب 1,100,000 پست با این عنوان در سر تا سر دنیا تولید شده بود، تو دفاع از مردم فلسطین دارن سلام فرمانده میخونن. چین، روسیه، هر قیافای مختلف کار برای امام زمان میکنید، اینا هر اینجوری به مثل یه کارخونه است دیگه. یه نفر ماده اولیه میره سنگ آهن میکنه، آهن تیره، اون یکی میره جوش میزنه میکنه اسکلت فلزی، یکی میره آخرش میشه خونه. عهد بیعت یادتونه؟ عهد میبندم، عهد میبندم، این شد یه شعر، عهد میبندم، این عربی شد، سلام فرمانده شد سلام یا من. بعد این چه؟ الان نگاه میکنیم این یارو روسه، اصلا مسلمونی شروع میکنه داره میخونه، همچنین میره جلو میره جلو میره جلو. کارتو انجام بده، وظیفت انجام، رسوندنش با خداست، درست انجام بده، یعنی کشه تا جایی که میتونی درست انجام بده، بقیهش با خداست. کی فکر شده فلسطین چرا بیشه برای سلام فرمانده بخونم؟ خدا در این کار برکت قرار داده. چرا؟ چون بچه های کوچیک خوندنش برای اخلاص داشت. اینجا هم خون بچه های کوچیک داره میریزه. کربلا هم خون علی اصغر نگه داشته با شما بگم. اون به دم المظلومی که میگیم، خدا بیا مزار جای شهید تهرانی شو میفهمون که این به دم المظلوم خون خود امام حسین نیست. آقا کیه؟ اون خون علی اصغری که یه قطرش هم زمین نریخت. این چند تا شیش ماه دارم میکشن. بله خب معلومه قابل مقایسه نیست خون فرزند امام با خون بقیه، اما شما فکر کردید برای امام زمان مثلا اینجوری که اگه امام حسین مثلا یه بچه شیش ماه دیگه میدادن دستش میرفت آب بیاره، همین برای سرش میابردن، مثلا دلش کمتر به درد میومد چون پسر خودم نیست؟ نه، اگه ما با سردرد شما سردرد میگیریم، بچه کوچیک معصوم. آره این اگر خون علی اصغر ریخته نمیشد حجت تمام نمیشد، اینجا هم باید حجت تمام شد. یه عده میگن کی اول حمله کرد، چرا اینجوری شده، کی خود اونا میخواستن جنایت کنن، قبلش برای اینکه ذهنای مردم دنیا رو آماده کنن گفتن اونا 48 تا بچه سر بریدن، دروغ گفتن. چرا بعد خود اون کسی که خبر گفته بود خبرنگار اومد گفت من منظورم این نبود، نمیدونم چرا همچین برداشت شد. خود اونا اول اینو گفتن چون میدونن این اثر داره. و آوازه او در زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین زیاد برده می شود. یه جور میشه اسمش میفته سر زبونا. برای همین باید برد نام مبارکش، باید آشنا بشه این اسم، اسمو بشناسن، شروع کنن اسمو بردن تا اینکه به واسطه شناختن او حجت بر مردم تمام شد. آقا ته مطلب با امام صادق فرمود، فرمود تا حجت رو بر مردم دنیا تمام نکنی ظهوری در کار نیست. نمیشه بند خدا تو برزیل توی یکی از دهاتاش اسم اون زمان نشده. اینترنت به وجود آمد که شیطان گور خودش را بکند، انقدر نگاه تو منفی نباشه که برسه دستان را دست هر کس بر دل دهات یه گوشیه. یورزگی ماست. بعد میفرماد ما داستان ظهور او را برای مردم نقل کردیم و نشان دادیم و نام و نسب و کنیه او را برده و گفته ایم که او هم نام جدش است و هم کنیه اوست، تا مبادا مردم بگویند اسم و کنیه و نسب او را نشناختیم. به خدا سوگند کار او به واسطه روشن شدن نام و نسب و کنیهش که بر زبانهای مردم بالا گرفته محقق می شود. من نمیدونم دیگه امام چی باید می فرموده یه دیتکون بخورم. و همه اینها برای اتمام حجت بر آنهاست. آنگاه همانطور که جدش وعده داده خداوند او را ظاهر می‌گردد. مفضل گفت مولای من
تأویل لیوزهره و الدین کله و لو کره المشرکون چیست؟ یعنی چجوری امام زمان بر همه ادیان غالب میشه؟ حضرت فرمود تأویل آن آیه دیگری است که او میاد جهاد میکنه، ظهور جز در غرقابه خون و عرق محقق نخواهد شد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. ای مفضل، به خدا قسم اختلاف را از میان ملل و ادیان بر میدارد و همه دینها یکی میشود، چون که خدا فرموده است ان الدین عند الله الاسلام. تمام. پس عزیزم مشخص میشه که هر کی جز ولایت اهل بیت رو داشته باشه در آن زمان مشرک محسوب میشود، چون موقع بازگشت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر اینا کراهت دارن تا کفار. به این کار، به مثلا شما جا خود بزیا کافره، یه نفر بعد مثلا همین فردا آقا ظهور کنه بعد 1200 سال دیگه، یه نفر بعد 1200 زنده است و معجزه است که تمام، این سری میپذیره کافره، مشرک سخته. این خودشو علامه میدونه، شما تو کارش کنی این سخته. ولو که حال کافرون نه مشرک کافره، یا میاد میجنگه یا تسلیم. آقا مخلصی یدخلون فی دین الله افواج، از قضا فوج فوج مسلمون میشن، گر رو گر. یه معجزه انجام، معجزه متناسب با عصره. یعنی چی؟ یعنی فلان مسئله ریاضی که مثلا جایزه براش گذاشتن 80 سالش که نتونسته حلش بکنه رو قشنگ میره با تخته وایت بورد جلوی کل رسانه ها به 6 روش حل میکنه براشون، تمام همه فیزاشو میسوزه. یعنی اون چیزی که نمیتونید، تمام ریاضیدان ها، تمام نمیدونم پزشکا، تمام منجمین اینجوری یدخلون فی دین الله افواجا. نه تو همون عرصه‌ای که اونا ادعا میکردن ائمه بودن، تو همونجا مچ اینا رو میخوابوندن. شما حضرت ولیعصر یه با این همه شاخه های علمی که به وجود اومده، هر کی مدعی میشه سرزر، آقا اینا عشق میکنن، دنبال حقن، دنبال حقن مردم دنیا. یدخلون فی دین الله افواجا، چی اون وهابیه قفلی زده ته دلش آشوبه، این چرا داره موفق میشه، این چرا میتونه جواب بده، این چرا میتونه ولو چرا حل مشرکون رسولا. یعنی این جریان باید رهبر داشته باشد، حتما اشاره میکنه رسولش رو، میتونه اسم رسولش رو نگیره به دینش رو، درسته؟ به واسه هر کی، نه، او ظهور خواهد کرد، غلبه خواهد داد، زمین پر از کثافت و ظلم شده، ظلم آشکار میشه، شما در مجرا غزه داره میبینید، داد جیگرتون داره میسازه، حجم پررویی، حجم وقاحت داره اذیتتون میکنه. خب بعد میگه اون زمانی که پر شده، همه جا رو گوشه کنار دنیا رو گرفته، میگه او ظهور میکنه. ببینید تو تاریک ترین زمان ممکن فجر میزنه، قاعده است، خدا اصلا مثال زده بر ما، والفجر قسم به ظهور و لیال عشر و شبهای دهگانه، مراد زلالت است، جای دیگه هم همینه. موسا 30 روز 10 شب بهش اضافه شد، زلالت گرفت. بعد مهندسی تفسیر قرآن رو متوجه بشید، مهندسی نزول رو بفهم، مهندسی داشته، چون اون کسی که این قرآن رو نازل کرده عقل کل است، همه چیش رو حساب کتاب. فرمود لیال عش من الحسن الى الحسن، از امام حسن مجتبی است، امام حسن عسکری، چون قبلی امام علی حکومت تشکیل داده، بعدی امام زمان هم حکومت تشکیل خواهد داد، این 10 امامن که سرکوب شدن و زلالت جامعه رو میشه. حق بر باطل قطعا پیروز است، لیو زهره نه بدونید، یعنی فکر نکنید سر و صداها باعث نشد بترسید، ته این جاده روشن است، شک نکنید.